نام ایران زمین. در پیشگاه شاهین نجات هستیم، سخنگوی حزب رستاخیز ایرانگرایان و جنبش رنسانس ایرانی. استاد نجات، درود دوباره پیشگاه شما و خواهش میکنم که گویانه رو بگیرید و بفرمید. بیاوازید. خیلی سپاسگزارم. درود بر همگی، همه دوستان، هماندیشان، شنوندگان و بینندگان. ضمن شادباش 21 آذر، سال روز آزادی آذربایجان گرامی و بازگشت آذربایجان به مام میهن. از شیرینی های تاریخ این است که 21 آذر 1324 فرقه دموکرات در آذربایجان اعلام استقلال میکنه و 21 آذر 1325، یعنی دقیقاً یک سال پس از اون، نیروهای ایران، ارتش ایران وارد تبریز میشن و با کمک خود مردم آذربایجان فرقه رو متلاشی میکنن که جزئیاتی از اون رو دوستان توی بخشای پیشین به زیبایی بیان کردن. و خیلی خوب شد که این 21 آذر همزمانی پیدا کرد 24 و 25، که بعداً تجزیه طلبان نتوانند روز 21 آذر رو به عنوان روزی که پی یک حکومت مستقل رو در آذربایجان ریختن به نام خودشون ثبت کنن، بلکه همون 21 آذر روز نجات آذربایجان شد. این واژه آذربایجان جنوبی هم خیلی جالبه که مرتب گفته میشه. میدونین که بخش بالای آذربایجان، آنچه که در بالای رود ارس قرار گرفته، در تاریخ به نام اران شناخته میشده، که اران خودش باز یک گویش دیگری از واژه ایران یا همون ایرانه، ایران شهر یا ایرانه. و اونها با دادن نام آذربایجان به بخش شمالی رود ارس در حقیقت همانندی دامن زدن که بشه بهش به صدا رجوع کرد و حرکت‌های تجزیه طلبانه رو تحریک کرد و دامن زد. چیزی که من تو این چند دقیقه میخوام بگم در پیوند با خود 21 آذر به طور مستقیم نیست، چون دوستان خیلی زیبا و کامل گفتن، بلکه این حقیقت که جریان تجزیه طلبی در ایران هیچ اصالت درون مردمی نداره. یعنی شما یه پوسته سیاسی میبینید و زیر اون پوسته سیاسی هیچی نیست. برخی از معضلات در ایران، مثلا فرض کنید مشکل دروغگویی، فرهنگ دروغ یا فرهنگ رشوه، اختلاس، یه حقیقت تلخی است که در جامعه ایران هست و باید ریشه کن بشه. نمیشه منکرش شد، باید رفت سراغش و کوشید حلش کرد. یا موزل مثلا اعتیاد به مواد مخدر الان نزد برخی از هموندان جامعه یه مسئله حقیقی است، نباید منکر شد، باید پذیرفتش و رفت به جنگش. ولی مسئله تجزیه طلبی در ایران اصالت نداره، ریشه نداره. یعنی آنچه که برمیگرده به درخواست و حرکت‌های مردم در سده بیستم دست کم در جهان، که منجر به تشکیل نیشن استیت هایی شد، دولت ملت هایی شد که پیش از اون وجود نداشت، به هیچ روی درباره ایران صدق نمی کنه. پس از جنگ جهانی یکم، برندگان جنگ انگلستان، فرانسه، امریکا و شوروی نشستند و گفتند خب حالا باید چه کار کنیم، و بعد به برخی از این ملت های زیر یوغ امپراتوری های سنتی، مثلا امپراتوری اتریش، مجارستان، امپراتوری پروس، خود آلمان، امپراتوری عثمانی که دیگه اصلا پاشید، اینها برخی از ملت ها رو زیر یوغشون داشتن. اصلا نامشون امپراتوری بود، امپراتوری یعنی همین، یعنی تشکیل شده از ملت های متفاوت. و پس از چند سده برای برخی از اینها آرزوی و برآورده کردن که تشکیل دولت مستقل با یه ملت مشخص بود، مثلا لهستان و لیتوانی که با هم دیگه
یه دولت کامانولسی داشتن، یه دولت مشترک و منافعی داشتن، صده های خیلی دور و متلاشی شده بودند و میان روسیه و آلمان تقسیم شده بودند، تونستن سر بر بیارن و خودشون به عنوان کشور جدایی تأسیس بشن و لهستان شکل گرفت. همچنین در بالکان کشورهایی که خودشونو اسلاف های جنوبی میدونستن با نام یوگسلاوی که همون میشه اسلاف های جنوبی به زبان سیریلیک آمدن و تشکیل کشور تازه را دادن. اینا ملت هایی بودند که زیر یوغ امپراتوری های آن هنگام اروپا بودند. در متلاشی شدن امپراتوری عثمانی هم خب میدونید که کشورهای لبنان و سوریه و عربستان و عراق و کشورهای شمال افریقایی تشکیل شدند. بنابراین آنچه که در ایران ما در این زمینه نداشتیم که مسئله تجزیه طلبی و علارغم درستی یا نادرستیش تبدیل دست کم به یک مشکل واقعی بکنه، این بود که ما در ایران ملت‌های تحت ستم نداشتیم. شما در مورد لهستان که نام آوردم، یک نیشن استیت، یک واحد سیاسی به نام لهستان داشتید که اتفاقا یک مدتی هم خیلی قدرتمند بوده در صده های دور. اینها از میان رفته ولی یادمان اون در حافظه عمومی مردم لهستانی تبار مونده بود که ما باید کشور خودمون رو تشکیل بدیم، باید واحد سیاسی داشته باشیم، باید استقلال به دست بیاریم. خواسته این بود که لهستانی های دوپاره شده در میان روسیه اون هنگام و آلمان اون هنگام تونستن بهش پس از جنگ پایان جنگ جهانی یکم برسن. همچنین در مورد بقیه، در مورد بالکان هم اشاره کردم و کشورهای خاورمیانه که شکل گرفتن. در مورد ایران شما ملت تحت ستمی رو نمی بینی که یه هنگامی کشوری داشته، یه دولت مستقلی داشته، بعد یک امپراتوری به نام مثلا امپراتوری صفوی یا امپراتوری مثلا قاجار، حالا من به قاجار امپراتوری هم میگم برای طنزش، رفته باشه این دولت مستقل رو بلعیده باشه که اکنون در صده 21 عده بیان و مدعی بشن که ما ملت تحت ستم هستیم، ما حقوق ملی یا ملیتی خودمون رو میخوایم. ما به طور خیلی مشخص اگر از زمان پهلوی به عقبتر بریم، چون آنچه که در ایران به صورت تجزیه انجام شده فشار از بیرون و جنگ به طور مشخص برای تجزیه بوده. مثلا در مورد منطقه قفقاز میدونیم در دو تا سری جنگ های ایران و روس که منجر به بسته شدن پیمان گلستان و سپس پیمان ترکمنچای شد، ما گرجستان و اران را از دست دادیم، بعد ارمنستان را هم از دست دادیم در دومیش، و فرض کنه اهرات رو که بخش بزرگی از افغانستان امروزی است و ما در فشاری که انگلستان با ما آورد و بنادر جنوبی ایران رو تهدید کرد از دست دادیم و محاصره اهرات شکست. در زمان پهلوی ها دو اتفاق بزرگ رخ داد، یکی نجات گیلان بود توسط سرهنگ رضاخان آن هنگام و رضاشاه آینده در هنگام که احمدشاه قاجار در قدرت بود، موفق شدند که قوای قزاق جمهوری شوروی گیلان رو متلاشی کنند و به این کشور به اصطلاح تازه استقلال یافته، به این دولت پوشالی پایان بدن. و در اوایل دوره مامرزاشاه هم همین دولت پوشالی در آذربایجان و در کردستان به عنوان جمهوری ماهاباد متلاشی شدند توسط اراده ملی، توسط شاه وقت و توسط ارتش و نیروهای ملی و خود بویژه مردم شریف آذربایجان و کردستان. خب اگر قرار بود که دولتی وجود داشته، یک هویت ملی وجود داشته و توسط به اصطلاح فارس ها بلعیده شده که الان اصلا طرح مسئله به نام قومگرایی یا هویت قومی یا تجزیه طلبی مطرح بشه، باید کی مطرح می شده؟ دوره قاجار حکومت با دودمانی است که اصولا خودشون ترک تبارند. بعد عقب تر بریم از دوره زندیه، کوتاه مدت دوره کریم خان حدود 25-30 سال که بگذریم، نادرشاه خودش از ترکمنهای خراسانه و پیش از او به صفویه که برسیم، صفویه خودشون آذربایجانی هست. و پیش از اونها اگر برویم سراغ
حکومت های قرقومیلو و آق قومیلو و از این دست، اونها هم که اصلا مستقیم ترک بودن و باز عقب تبرین جانشینان مغول بودن، حالا عقبتر از ازبک ها و تیموری ها، بسیار دوره تیموریان هم بازماندگان ازبک بودن و باز عقب تبرین جانشینان مغولن و باز پیش از اونها خوارزمشاهی ها، سلجوقی ها و غزنوی ها که نخستین دودمان غیر ایرانی تبار بودن که بر ایران حکومت کردن. یعنی 1000 سال ما به عقب رفتیم الان تو تاریخ و غیر از پهلوی و کریم خان زند که مجموعا چیزی با هم نزدیک 100 سال هم نمیشن، شما حدود 900 سال ایران رو مستقیم با خانواده های سلطنتی یا ترک زبان یا ترک تبار دارید، یا مثل صفویه ترک زبان شده بودن گرچه ایرانی تبار بودن، یا مثل خود مثلا سلجوقیان و یا غزنویان اصلا ترک تبار بودن. هیچ نشانه ای از اینکه در این دوره 1000 ساله که 900 تاش حکومت دست ترک تباران یا ترک زبانان بوده، حرکتی انجام شده در جهت از میان بردن یک دولت به اصطلاح ترکی یا یک دولت کردی در ایران وجود نداره، اصلا مطلقا وجود نداره، علاقه یا حرکتی هم برای تأسیسش نبوده، حکومت هم که دست به اصطلاح غیر فارسی زبانها بوده. این تحمیل زبانی که بزرگترین بهانه گروه های قومگرا برای تبلیغات سیاسیشون بوده از کجا آمده؟ وقتی 900 سال حکومت دست دودمان های سلطنتی بوده که اصلا در خانه فارسی زبان نبودند، ولی زبان فارسی رو به عنوان زبان ملی و زبان پیوند همگانی و زبان رسمی کاملا هم قدرشو میدونستن، هم میدونستن تواناییش به گونه هست که اصلا کتمانش و کنار زدنش یک حماقت محضه. جریانی که میکوشه به عنوان هویت قومی، به عنوان اشاعه زبان مادری، به عنوان اینکه ایران موزاییکی است از تبارهای مختلف، زبانهای مختلف و خیلی زیبا، خیلی زیر پوستی میخواهند بدون اینکه صحبت جدایی سری رو مطرح بکنن این گفتمان رو مرحله به مرحله پیش ببرن، کاملا یه پوسته سیاسی است، پشتوانه مردمی نداره. خیلی جالبه که امروز شما بیشتر کسانی که میبینید با پان ترکیسم به طور مشخص میجنگن ایران دوستان آذربایجانی هستند. خیلی وقتا تو کانال ها اینا میرن، تو وبسایت ها اینا میرن، در کلاب هاوس اینا میرن و با اینا درگیر میشن و میان میگن اینا دارن چی میگن، چون من که برم که متوجه نمیشم اونا چی دارن میگن، به زبان ترکی بین خودشون سخن میگن. اصولا بالای 50% چهره های ملیگرای ایرانی در 150 سال گذشته از آذربایجان بودن، که با توجه به اینکه جمعیت آذربایجان حدود 20% جمعیت کل ایرانه، خیلی بیش از میزان درصد جمعیتیشون ما ملیگرا ایرانگرای آذربایجانی داریم. آن چیزی که مهمه اینه که کشور ما کشوری است با 1001 مشکل. 1400 سال چیرگی اسلام در ایران، حالا به طور 1000 سالش به عنوان مذهب اکثریت دست کم، 45 سال، 44 سال وجود جمهوری اسلامی به اندازه بیش از کافی برای ما مشکل ایجاد کرده. ما ملتی هستیم که باید بریم سراغ مشکلات حقیقیمون و به دنبال حلش باشیم، نباید اجازه بدیم برای ما مشکلاتی رو بتراشن که به هیچ روی نه ریشه در این سرزمین داره و نه پشتوانه تاریخی داره و نه اصلا علاقه و گرایش مردمی بهش هست. فقر در ایران، تبعیض، عقب ماندگی، حکومت سرکوبگر ایران ستیز بسیار فرومایه و دزد، همه به همه دست به دست هم داده که یک شرمی از اینکه گذرنامه این حکومت همراه آدم باشه، اینکه آدم خودشو در جاهایی در خارج از کشور برای برخی از همیهنان سخت بوده خودشون ایرانی معرفی کنن به خاطر نگاهی که به ایران میشده به خاطر وجود جمهوری اسلامی، همین رو در نظر بگیرید. اگر در جای دیگری سر یک کشوری آمده بود، احتمالا مردم اون کشور اصلا اصولا خارج از کشورشون خودشونو از اهالی اون مملکت
معرفی نمیکردن. با همه این خفت و خاری که جمهوری اسلامی و اسلام عزیز به ما به عنوان ملت زنده داده، با این وجود میبینید که ایرانی ها با پرچم ایران تو این سالها حضور پیدا کردن در خارج از کشور، تظاهرات بزرگی کردن در محل کارشون، در محل تحصیلشون، از اینکه ایرانی هستن شرم نکردن، کوشیدن که به جهان نشون بدن تفاوتی میان ایران و حکومت جمهوری اسلامی است در ایران. و همه و همه اینا برمیگرده به اینکه ما ریشه و هویت ایرانیمون بسیار بسیار نیرومندتر از هر گونه هویت مذهبی یا حتی نیمچه هویت قومی است. لپ کلام من و پیام من این است که بکوشیم هر جا صحبت از مسائل تجزیه طلبی و گرایش های قومی قبیله ای شد، نخست این رو روشن بکنیم که این پشتوانه و ریشه مردمی نداره، در تاریخ معاصر ما و در تاریخ کهن ما هم حضور نداشته، بلکه هر دفعه از سوی بیگانگان به عنوان یک اهرم فشار علیه حکومت های ایران به کار گرفته شده، یک هنگام علیه پهلوی ها، یک هنگام علیه جمهوری اسلامی. اون چیزی که باید بمونه ایرانه و وحدت ملی است. به عنوان یک ملت یگانه اصولا اجازه ندیم تا این گفتمان حتی سر بر بیاره، چه برسه بخوایم وارد گفتگو و به اصطلاح بحث و نشست و برخاست بهشون بشیم. آن هنگامی که برخی میگفتن آموزش زبان مادری بله، ولی آموزش به زبان مادری نه، من گفتم دوستان شما میخواین آزاداندیشی کنید، میخواین دموکرات منش باشید، ولی شما دارید خودتون رو به تجاهل میزنید. اون کسی که امروز درخواست آموزش زبان مادری داره، فردا آموزش به زبان مادری رو طرح میکنه، برای اینکه آموزش به زبان مادری که کسی جلوشو نگرفته. میلیون ها ایرانی که دارن ترکی یا کردی یا عربی سخن میگن، مگه کسی داره جلوشون گرفته؟ نه در پیش از انقلاب، نه پس از انقلاب منحوس کسی یقه اینا رو نگرفته. برای همین هم است که شما میلی میلیون ها نفر در بازار و خیابان و کوی و برزن با هم ترکی یا کردی و عربی حرف میزنن، مشکلی نبوده، مشکلم نیست. اینکه کسی میاد عنوان میکنه من میخوام این آموزش داده بشه در مدارس، آغاز همون قوطی است که اگر در قوطی باز بشه شما میبینید چه کرمایی تو اون قوطی خوابیده. این نشان میده که روی برنامه حساب شده گام به گام خواستن اینو طرح بکنن. وگرنه زبان، اگه زبان مادری است، طرف از مادرش یاد میگیره، در خونه یاد میگیره، بعدم میاد تو کوچه و خیابان با زبان ملی آشنا میشه. بنابراین به جای اینکه بترسیم به ما بگن آقا دموکرات مآب نیستی، نمیدونم فاشیست هستی، شوینیست هستی و از این مسائل، بکوشیم اگر تشخیصی دادیم با دلاوری بیان کنیم و بدونیم توی مصالح و ملاحظات ملی مطلقاً جای رودرواسی و جای ترس و بازی با واژه ها نیست. خیلی سپاسگزارم از توجه همه دوستان. سپاس بسیار از شما استاد نژاد و همینطور سپاس از تمام سخنبران ارجمندی که مهر کردند و زمان گذاشتن، تشریف آوردن و با سخنانشون بسیار آموختیم، از سخنانشون بسیار آموختیم. سپاس از هممیهنانی که در نشست تشریف آوردن، هماندیشان و ایرانگرایانی که مهر کردند و ما را همراهی کردند. دیگه نشست رو به پایان میرسونیم با پروانه دوستان و پاینده ایران، هر بژی ایران، یا شاسین ایران.